الهی به نام تو، به یاد تو و برای تو. سلام عزیزان، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون در استدیوی مسابقه بزرگ ستاره ساز، در روزی که قرار فینالیست های فصل چهارم به صورت کامل مشخص بشن، جایی که علی خانجانی، محمد حسام اسکندری، فرزاد تاجیک و علی عزیزی حیدری، چهار تا از فنی ترین فوتبالیست های این فصل و تمام رفاقت هایی که با هم دیگه دارن، امروز قراره با هم بجنگن و هر چی امتیازه برای خودشون دشت کنن. قبل از اون سلام عرض ادب و خوش آمد دارم خدمت کارشناس سواران عزیز برنامه. سلام بر آقا خداداد عزیز. سلام حسین جان، سلام عرض ادب میکنم خدمت همه بیننده های عزیز، حضار محترم، چهار تا ستارمون و همکارای عزیزم در خدمت شما هستیم. حسین جان دستور بفرمایید. حسین آقا خیلی مخلصیم، سالم باشید ان شاء الله. سلام بر آقا رضای شاهرودی. سلام عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، حضار محترم در خدمتتون هستیم. سلام باشه، خیلی خوش اومدید آقا رضا. سلام بر آقا سهراب عزیز. درود به شما، حضار محترم، بیننده‌های عزیز، خدا رو شکر می‌کنم یه برنامه دیگه در خدمتتون. ما هم همینطور. آقا وحید شمسایی سلام، خیلی مخلصم حسین آقا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. خدا رو شاکرم که در کنار بزرگان فوتبال ایران هستم، ایران، آسیا و جهان. حضار محترم، گروه بسیار سرسخت، همکاران عزیزم، امیدوارم که این مرحله آخرم امروز مثل مرحله دوستان گذشته نشه و تا آخرین لحظه بتونن بجنگن برای موفقیت خودشون. امیدوارم چهرهای مصممی که خوشبختانه دارم میبینم از علی و محمد حسام و فرزاد و علی عزیزی، همه سرحال دیگه. فرزاد جان خیالم راحت، محمد حسام، علی جان، بله بریم استقبال چالش ستاره هامون. نکته ای که برای بچه ها و توی این مرحله از بازی برای بچه ها خیلی مهمه و بعد یاد بگیرن و نهادینه کنن تو وجودشون، متمرکز بودن و عدم توجه به این داستانه که حواشی و پیرامونشون چه اتفاقاتی میفته، صداهایی که صداشون میکنه و هر چیزی از قوم و خویششون، پدر مادرشون، دوستانشون، هر چیز پیرامونی نتونه اینها رو به هم بریزه و بتونه اینا متمرکز حین بازی، قبل از بازی و حتی پس از بازی به متمرکز رو خودشون باشن و بتونن توی اون لحظه بهترین بازیشون رو ارائه بدن. برای این ماجرا لازمه که یک سری تمرین هایی بکنن، لازمه که یک سری تفکرات و یک سری نگرش هایی توی خودشون به وجود بیارن که با قبل از این متفاوته، که لازم برای این ماجرا اینه که ما بتونیم از یک سری روکردهای ویژه‌ای، لازمه که از یک تکنیک های ویژه استفاده بکنیم تا بچه ها بتونن بی‌توجهی کنن به فضاهای پیرامونشون و حتی حین بازی از خودشون آگاهی داشته باشن، از جایی که توی زمین هستن آگاهی داشته باشن و این آگاهیشون متمرکز بر خودشون باشه و این متمرکز بودن رو بتونن حین بازی جریان بدن و بتونن در مسیر بازی با خودشون پیش ببرن تا بتونن به یک نقطه درستی برسن، چه تو مقام دروازه‌بانی میخوان باشن، چه تو مقام بازیکن میخوان باشن وسط زمین. آگاهی از نقطه‌ای که توش قرار دارن، آگاهی از این که هم تیمی های من کجاست، آگاهی از این که من چقدر عقبم، چقدر از زمان مونده، مربیانم چه نکته هایی دارن به من گوش زد میکنن، توی تماشاگرا دارن منو صدا میکنن و وقت تمام اینها باعث میشه که بتونیم و اینها باید به این نقطه برسن که متمرکز باشن. برای این محصول لازمه که تمرین بکنن و عضلات ذهنشون رو تقویت کنن. هر چی بیشتر تلاش کنه و تمرکز داشته باشه بنده. هر چی بیشتر تلاش کنه متمرکزتر. هر کاری تمرکز و تلاش میشه در اون کار بنده میشه موفق. فکر میکنی تمرکز چقدر مهمه تو مسیر فوتبال؟ خیلی مهمه. اصلا حرفای دیگه هم بعد مهم نباشه، تمرکز رو فوتبال باشه. ماشیا رو بگیر بیرون. اگه حذف بشی چه حالی پیدا میکنی؟ اگه حذف بشم ناراحت میشم، خیلی ناراحت میشم، ولی دیگه کاری که شده انشالله که نمیشه، ولی تلاش میکنم برمیگردم. اگرم هست شدم ادامه میدم. الان به چی فکر میکنی؟ الان به امروز. به امروز فقط فکر میکنی؟ که چطور رقم میخوره برات؟ امروز که بتونم بهترین خودم باشم، بجنگم تو زمین، کم نیارم. حالا هر چالشم نمیدونم چی، هر چی میخواد باشه. من بیرون نمیده دونن چی کمی تمام تلاش میدیم دوستان دا. لیاقت تو دوزام
اصل بود. اصل بود که یخسی و اینیاسم و بهترین رو ارائه بیر برسن. چون ستاره ساز ده کتار زاق. ولی او چه کتار میاجاق؟ فوتبال ده. اونی هر یرده وقتی بهترین رو ارائه برسن، بهترین ده یقش داره بیرسن. آقایو گفت حرف کسی گوش نکن، فقط حرف من رو گوش کن. اصلا کار با تماشاگر رو بیرون نداشته باش، فقط تو بازی هر چی حرف میزنم گوش کن. برای اینکه به این نقطه برسیم، برای اینکه به اینجا برسیم که بچه‌ها به این نقطه از تمرکز و قدرت ذهنی برسن، یک سری کارگاه‌ها و یک سری جلسات خصوصی براشون ترتیب دادیم توی حین و مسیر این بازی‌ها که بتونن به این نقطه برسن و تقویت کنن ذهنشون رو. چه در بستر ماجرا از جدیدترین روش‌ها و تکنیک‌های روانشناسی، چه در روانشناسی ورزشی ازش استفاده میشه استفاده کردیم که بتونیم این رو توی بچه‌ها نهادینه بکنیم و بهشون آموزش بدیم و آموزش ببینن که حتی پس از این هم بتونن این تکنیک‌ها رو با خودشون همراه کنن و از اینها استفاده بکنن تا بتونن بهترین اتفاق رو برای خودشون رقم بزنن. سریع‌ترین روش خرید شارژ و بسته اینترنت با شماره گیری ستاره 780 مربع به سریع‌ترین روش ممکن شارژ یا بسته اینترنت بخر و در قرعه کشی 500 میلیون تومانی 780 شرکت کن. خودت و 9 نفر از اطرافیانت که معرفی میکنی هر کدوم 50 میلیون تومان برنده بشی. یک شارژ از ستاره 780 مربع خرید کن و در قرعه کشی 500 میلیون تومانی 780 ثبت نام کن. بنام یاد خدا، سلام و وقت بخیر حضور شما بینندگان، همراهان مسابقه بزرگ ستاره ساز چالش گروه دوم فوتبال یک در مقابل یک، محمد حسام اسکندری در مقابل علی خانجانی، چالشی که با 4 دروازه کوچک برگزار میشه. توپگیری علی خانجانی، محمد حسام اونجا به خوبی کار میکنه، موفق میشه گل اول رو به ثمر برسونه. بازیکنانی که چالش آخرشون هستن این مرحله رو دارن تلاش میکنن تا کسب امتیاز بکنن و بتونن به 4 نفر نهایی راه پیدا بکنن. ضربه علی خانجانی به موانع کنار دروازه برخورد داشت، حالا این سم موفق میشه گل اول رو به ثمر برسونه، نتیجه رو 1-1 بکنه. موقعیت برای علی خانجانی، نتونست دروازه خالی رو باز بکنه. محمد حسام اسکندری تعادلش از دست داد. علی خانجانی میخواد رد بشه، اجازه پیشروی بیشتر بهش نمیده. محمد حسام اسکندری تو بود در اختیار داره، تو گیری کرده محمد حسام، میره و توپ رو توی دروازه قرار میده، نتیجه رو 2-1 میده. کار آغاز میشه با سوت آقای ملکوتی، توپ رو در اختیار محمد حسام قرار دادن و سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد و میرن نزد مربیانشون هر دو بازی. سر لوس بازی ندید؟ گل خالیه، باید یکم دورتر ازش وایسی که جدا نکنه. و میگی؟ داور هرچی میگه تموم، هی پیرن گرفت و نگره بازی تو کن. گل خالی بود، بزن تو گل. شنیدیم صحبت‌های مربیان دو بازیکن رو. کار در نیمه دوم آغاز میشه و خانجانی توپ رو به جریان بازی میاره، یه سر توپ رو برگشت به سمت دروازه مخالف، توپ رو توی دروازه قرار داد، نتیجه رو 2-2 مساوی کرد. تو در اختیار محمد حسام اسکندری، حرکت به سمت دروازه، اونجا راحتش نمیذاره علی خانجانی و میجنگه و به خوبی توپ گیری کرده، یه سر توپ میزنه و توپ رو توی دروازه قرار میده. 3-2 فعلا به نفع علی خانجانیه. میخواد دایی بزنه اونجا، محمد حسام موفق به انجام این کار نیست و میره و خطا میکنه. خانجانی باید توپ رو به جریان بازی بیاره، نگه داشته، 3-2 پیش افتاده، حالا رد میشه یه لحظه از سطح محمد حسام، موفق میشه گل 4 رو به ثمر برسونه. محمد حسام هم گل 3 رو میزنه، 4-3 به نفع علی خانجانی. خانجانی پا به توپ شده، دفاع رو از مقابلش انجام میده، محمد حسام گل 4 به ثمر میرسونه، نتیجه 4-4 مساوی شد. علی خانجانی توپی که به تیرک برخورد داشت و برگشت داده شد و همونجا هم روی زمین افتاد. خب
خب ضربه علی خانجانی توی دروازه قرار گرفت و نتیجه 5-4 و محمد حسام اسکندری میخواد رد بشه، اینجوری رد شده رو بهش نمیده، ضربه که زد اونجا تو با تیرک برخوردش و برگشت داده شد، میره برای گلزنی محمد حسام اسکندری. درگیری هر دو بازیکن، اتفاقی که اونجا افتاد، داور در سوتش دمید، بازی رو متوقف کرده. پنالتی به نفع محمد حسام اسکندری اعلام شده و فرصت رو داره که نتیجه بازی رو مساوی بکنه. پشت ضربه پنالتی محمد حسام اسکندری با پای راست میزنه و توپ رو توی دروازه قرار میده. نتیجه 5-5 مساوی میشه، سوت پایان بازی هم به صدا در میاد. مساوی بازی اول با علی خانجانی بود دیگه، نشد. قوی بود، منم بعد بازی نکردم، بازی مساوی شد. مساوی با حسام بود که بیشتر بازی من حسام جذاب و حسام واقعا بازیکن خوبیه، بازی رو مساوی شد. نه ترس، به قرآن الان اونقدر فوتبال خوب بازی میکنه، هوادار و تماشاگر ذوق شوقش رو میره بالا. نه ترس، باختیدم با تون دل بازی تو فوتبالت ماشاءالله خیلی قوی باشم. تو دفاع یک نزدیک ازش دفاع میکنه، توی مرحله‌ای هستیم دیگه نمیتونیم با فاصله ازش دفاع کنی، نزدیک ازش دفاع میکنی، تو دو تا دروازه حواسه باش، این دو تا دروازه برای توه، ببین این دو تا برای توه. دومین بازی در گروه دوم، چالش فوتبال یک در مقابل یک، علی عزیزی در مقابل فرزاد تاجیک. علی عزیزی شاگرد آسولاب بختی ریزاده است، فرزاد تاجیک شاگرد آقا رضا شاهرودی. اولین گل رو فرزاد تاجیک موفق میشه به ثمر برسونه، داور بازی رو متوقف کرد با سوت خودش و از مقابل دروازه باید کار آغاز بکنه علی عزیزی. کار آغاز میشه، ضربه علی عزیزی، توپ به مانع کنار دروازه برخورد داشت، فضای تاجیک توپ گرفته میره برای زدن گل دوم، تو توپ رو توی دروازه قرار میده، نتیجه رو 2-0 تلاش علی عزیزی برای رد شدن از سد فرزاد تاجیک، توپ رو میاره به مقابل دروازه، بدن رو در مقابل ستون کرد و موفق شد گل اول رو به ثمر برسونه علی عزیزی. فرزاد تاجیک بعدم میاد به خوبی جابجا میشه، میره به سمت دروازه مخالف و گل سوم رو به ثمر میرسونه. اون سمت علی عزیزی فرصت داره برای جبران یکی از گل‌های خورده، تغییر مسیری که میده و گل دوم برای علی عزیزی. 3-0 فرزاد تاجیک، رد شدنش و ضربه‌ای که به راحتی درون دروازه قرار میگیره. علی عزیزی صاحب توپ حرکت میکنه به سمت دروازه، باسم بدن رو ستون کردن مقابل فرزاد تاجیک، این باز ضربه‌شو میزنه، توپ نتونه سوی دروازه قرار بده و توپ در اختیار فرزاد تاجیک قرار میگیره. سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد و بازیکنان میرن سمت مربیان خودشون. فرزا باری کلا از اینا هم استفاده کن. آره دیگه، نه اینکه روبروش باشی مثلا اینجا باشی بزنی یا مثلا همینجا نزدیک تو بده بگیر برده بر بزن تو گل دیگه. باری کرده، باری کرده، ازش رد شو بعد بزن تو گل. بعد اون یه پا دو پا رو خوب میزنه، پا پرت نکن، یه پا دو پا خوب میزنه، پا پرت نکن. آقا سورا بد میگه وایس تو جلو شی پا ننداز. آره رقص پا کن، باش عقب عقب بیا. استقلال و پرسپولیس کارت از تیم محبوب خودتون حمایت کنید و از خدمات بانکی و غیر بانکی ویژه دارندگان این کارت ها بهره مند شوید. بانک شهر، حامی یک رنگ برای هر دو رنگ. خب وقت استراحت به اتمام رسید، شنیدیم صحبت ها نکات مربیان دو بازیکن رو، موقعیت برای فرزاد تاجیک توی دروازه خودش قرار گرفت، نتیجه 4-3 شد در همین ابتدای نیمه دوم. فرزاد تاجیک صاحب توپ میره به سمت دروازه، اونجا تعقیبش میکنه علی عزیزی و رد میشه، دروازه مخالف رو باز میکنه. 5-3 به نفع فرزاد تاجیک. علی عزیزی داره تلاش میکنه تا رد بشه از سمت فرزاد، بدن رو در مقابلش ستون کرد، اجازه رد شدن رو بهش نداد. یه توپ گیری از علی عزیزی، میاد به سمت دروازه مخالف، گوشه زمین توپ رو نگه داشته، باید به کارش سرعت بده اگر که میخواد در این بازی نتیجه بگیره.
بدن در مقابلش قرار داده. فضل تاجیک حالا رد میشه، علی عزیزی و گل چهارم برای علی عزیزی. اختلاف به یک گل میرسه. فرزاد تاجیک توپ رو به راحتی از دست داد. موقعیت برای علی عزیزی، شاید بتونه گل پنجم رو به ثمر برسونه. سر توپ‌های پیاپی به سمت دروازه مخالف، گل پنجم برای علی عزیزی. 5-5 مساوی. فرزاد تاجیک توپ رو در اختیار داره. پا عوض میکنه، در مقابلش قرار داره علی عزیزی، میاد سمت دروازه و 6-5 میشه نتیجه بازی. اونجا خطایی هم که اعلام شد از علی عزیزی و بازی متوقف شد و علی عزیزی باید با شرایطی که فرزاد ازش فاصله داشته باشه توپ رو به زمین بازی بیاره. زمان بازی هم به اتمام رسید. فرزاد تاجیک موفق شد 6-5 علی عزیزی رو شکست بده. صاف رو گارد صاف باید باشیم که من دو طرف بتونم برم، هم بتونم برم چپ هم بتونم برم راست. ولی تو یه گارد میذاری اون میزنه یه سمت دیگه میره. پای بازی چهار دروازه چیز نداره، پای تکیگاه نداره. این دیگه نکته‌ای نداره من میخوام بهت بگم، چون دو بار سه بار بهت توضیح دادم چجوری حالت میگیری، چجوری تغییر مسیر میدی. حالا علی عزیزی دیدی یکی دو بار این کار خوب انجام میده، هی میبره اون برای نمیزنه میاره این برای، هی میبره این برای نمیزنه میبره اون. از الان بازی قبل از اینکه بازی کنه خودتو نشون میده من بازنده ام. چرا برای چی ببین اونقدر قیافت نشون میده من ترسیدم؟ اون ببین برو با جون نده. سومین بازی گروه دو علی عزیزی مقابل محمد حسام اسکندری قرار گرفته. کار آغاز میشه و علی عزیزی توپ رو به جریان بازی میاره، حرکت به سمت دروازه و موفق میشه اولین گل رو به ثمر برسونه. محمد حسام میره برای گلزنی، بدن رو در مقابلش قرار داد و خطای علی عزیزی اعلام شد. ضربه پنالتی هم اعلام شد و باید از وسط زمین توپ رو به سمت دروازه بزنه. محمد حسام اسکندری با پای راست میزنه و توپ رو توی دروازه قرار میده. نتیجه یک چک مساوی میشه. میره و باز هم توپ گیری میکنه محمد حسام و گل دوم رو هم موفق میشه به ثمر برسونه. علی عزیزی پا به توپ شد، حرکت میکنه به سمت دروازه، اونجا بدن در مقابل محمد حسام قرار داد و گل دوم رو به ثمر رسوند. فاصله رو باید رعایت بکنه. رد شدن محمد حسام، یه پاتوپایی که زد و گل سوم به ثمر رسیده شد. 3-2 میشه نتیجه بازی. علی عزیزی توپ رو به جریان بازی میاره، از همونجا زبر مستقیم میزنه. دیده خوبش در زمین بازی و زدن گل سوم. اینجا محمد حسام میره و گل چهارم رو میزنه. نتیجه 4-3 به نفع محمد حسام. علی عزیزی کارو آغاز میکنه، هر دو بازیکن شونه به شونه هم حرکت میکنن. گل چهارم برای علی عزیزی، سریع رد میشه محمد حسام. پنجمین گل رو هم به ثمر رسوند. علی عزیزی توپ رو میبره به گوشه دروازه، نگاهش به دروازه از حرکت میکنه. اونجا برخورد داشتن روی زمین افتاده و داور خطا رو اعلام کرده و خطایی که به نفع علی عزیزی اعلام شده و باید ضربه پنالتی رو بزنه. سوت داور دورخی، ضربه پای چپ توپ به تیرک برخورد داشت، میره به سمت دروازه مخالف. پنالتی وقت اجازه بده، پنالتی وقتی به تیر میخوره مجدد نمیتونه خودش بازی کنه. گل مورد قبول واقع نشد. محمد حسام اسکندری توپ رو در اختیار داره، یه پا دو پایی که میزنه، اونجا بدن رو در مقابلش گذاشته علی عزیزی. تغییر مسیر رو برمیگرد و گل پنجم به ثمر میرسه. 5-5 مساوی. محمد حسام تغییر مسیر، حرکت به سمت دروازه مخالف، گل ششم برای محمد حسام. این سمت علی عزیزی سریع به کار سرعت میده. باز هم داور بازی رو متوقف کرده. صحنه گل محمد حسام اسکندری میره برای بازبینی و آقا وحید شمسایی و آقا جواد ملکوتی میرن که صحنه رو مورد بررسی قرار بدن. توی این صحنه اولا مشخص بود که توپ توی دروازه قرار گرفته. آقای عزیزی گل، گل، گل مورد تایید قرار گرفت و علی عزیزی باید توپ رو به جریان بازی بیاره. فعلا نتیجه 6-5 به نفع محمد حسام اسکندریه.
ضربه مستقیم به سمت دروازه، نتیجه 6-6 مساوی میشه. محمد حسام میخواد رد بشه، اجازه رد شدن بهش نمیده. علی عزیزی داره تلاششو بیشتر میکنه، یه توپ گیری خوب از محمد حسامو میره دروازه رو باز میکنه، نتیجه رو 7-6 میکنه. سوت پایان بازی هم به صدا. میخواد شروع کنه، تو باید بری عقب. علی تو هم گل میزنی وایستا جلو توپه، بعد بیا عقب، اب نداره اون حسام، باید بری عقب شروع کنی. ها خسته شده بودم بازی رو، چون هر روز بازی ها فشرده است، خسته میشیم. اون خدمتی جدید از اپلیکیشن 780، با 780 سفر کن. 780 سفر خوشی را برای شما آرزو میکنه. خب شنیدیم صحبت‌های مربیان دو بازیکن رو. کار آغاز میشه در نیمه دوم و محمد حسام اسکندری موفق میشه هشتمین گل رو شام به ثمر برسونه. حرکت علی عزیزی، خطایی که اعلام شد. درگیری دو بازیکن، توپگیری علی عزیزی، میاد و دروازه رو باز میکنه، نتیجه رو 8-7. محمد حسام میخواد رد بشه، اجازه رد شدن بهش نمیده، ضربه اینو که پشم وارد دروازه نشد و برخوردی که اتفاق افتاد. بازم داور دستورش میدم و پنالتی رو اعلام میکنه به نفع محمد حسام اسکندری. یه گل نهم رو هم به ثمر میرسونه. علی عزیزی تلاش میکنه برای جبران گل‌های خورده و کم کردن فاصله، بدن رو ستون میکنه، سر تور در حرکت به سمت دروازه مخالف، هشتمین گل رو شام به ثمر برسونه. علی عزیزی بازم توپگیری، علی عزیزی توپ درون دروازه قرار داد، نتیجه رو 9-9 کرد، اینجا سری جبران میکنه و 10-9 میشه به نفع محمد حسام. سوت پایان بازی هم به صدا در میاد و محمد حسام موفق میشه علی عزیزی رو شکست بده. علی باری کلا خسته نباش. عرضا تو بدنت زود لاکتیکی میشه، خب چیکار رو بکنی؟ دو تا گل افتادی جلو، بدن نذاره به برو این ور بیان نمید. نه دی نه بزن 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 یه خود نفس بگیری، بدن دو کشه دوباره بری بزنی، هی میری اول بدن تخلیه میشه، لاکتیکی میشی. اینجا باغ موزه دفاع مقدس، تالار پنجم، تالار شهادته. این پل هم که میبینین به نام پل شهادته. چرا اینو میگن؟ میگن رزمندگان ما، شهدای ما از خاک و افلاک سر کشیدن، یعنی اصلا ترسی نداشتن چون میدونستن مرگ حقه، ولی بهترین مرگ شهادت در راه خدا. خیلی ها خون دادن برای کشورمون ایران، مثل شهدا، واقعا مدیونیم بهشون. یک وجب خاک ایران رو نذاشتن دست دشمن بیفته. فقط یادتون باشه، گفتم بهتون، علمتون رو بچه‌ها ببرین بالا، جغرافیای مملکتتون رو خوب بدونین، تاریخ مملکتتون رو خوب بدونین.
برای اولین بار اومده بودم اینجا. من اول فکر نمی‌کردم که جنگ واقعا اینقدر خشن باشه. وقتی اون قسمت خرمشهر رفتیم خیلی دلم ریخت واقعا. خیلی ناراحت شدم. نمی کردم این همه شهید داده باشه. شهید یک کسیه که جونشو برای ما فدا کرده تا ما در امنیت داشته باشیم و بتونیم با آرامش و با آسایش زندگی کنیم و یک درجه خیلی بزرگی برای هر فرد. با سلاح جنگی آشنا شدیم، با کارهای جنگی آشنا شدیم. من آرزو میکنم برای کشورم افغانستان که یه روزی جنگ تموم شه و صلح آرامش باشه. جنگ بشه؟ من فکر نکنم جرأت داشته باشم برم جنگ. نه نمیرم، چون جونم رو دوست دارم. شما رو به خدا میسپارم، آخر عاقبت همه تون ختم به خیر انشالله. بفرمایید. اینجاست اون وقت تو هنوز وسایلی که لازم داری رو نخریدی؟ نگران هزینه‌اش نباش، چون تا 60 ماه فرصت داری پرداخت کنی. یه فروشگاه فوق‌العاده که میتونی تا 200 میلیون تومان قسطی ازش خرید کنی، تو 6 الا 60 ماه پرداخت کنی. دی جی شهر، خریدی که اعتبار دارد. چهارمین بازی در گروه دوم فرزاد تاجیک در مقابل علی خانجانی قرار گرفته. با سوت آقای ملکوتی باید کار رو آغاز بکنن و فرزاد تاجیک شروع کننده بازی در نیمه اول. توپ رو در اختیار داره، در مقابلش قرار گرفته، یه لحظه رد میشه فرزاد تاجیک. شاگرد آقا وحید شمسایی علی خانجانی و فرزاد تاجیک هم شاگرد آقا رضا شاهرودیه. توپ نگه داشت زیر پای خودش، اونجا مانور میده با توپ علی خانجانی و در مقابلش ایستادگی میکنه فرزاد تاجیک. اجازه رد شدن رو بهش نمیده، یه لحظه اومد رد بشه، باز هم برگشت و توپ رو از آن خودش کرد. علی خانجانی ضربه پای راستش که راهی به دروازه نداره، فرزاد تاجیک به راحتی رد شده، گل اول رو به ثمر رسوند. نتیجه رو 1-0 میکنه فرزاد تاجیک. خانجانی کار آغاز میکنه از مقابل دروازه، یه مقدار داره بی انگیزه کار میکنه. گل دوم هم به ثمر میرسونه فرزاد تاجیک و نتیجه رو 2-0 میکنه. بدن اومدن علی خانجانی، گل اول برای خانجانی، نتیجه 2-1 میشه. تاجیک پا عوض میکنه، توپو گرفته علی خانجانی، اونجا با توپ مانوف میده، در مقابلش داره کار دفاعیشو انجام میده، ضربه مستقیم به سمت دروازه، توپو گرفت فرزاد تاجیک و میره برای زدن گل سوم و به راحتی توپ رو درون دروازه قرار داد. نتیجه 3-1 و سوت پایان نیمه اول هم به صدا در اومد. دوباره فرید اونو میبریش یه سمت، از سمت دیگهش استفاده میکنی، نگاه میکنی به پایین که توپشو میخواد کدوم سمت ببره، تو دفاع ازش میگیری. باختم که بازی با فرزاد بود که فکر کنم بازی رو برگردوندم و اعصابم سر داوری خورد شده بود. بعد برگردوندم بازی رو که فکر کنم با یه اختلاف دوباره باخت. بخوای علا در بیاری به چه درد میخونه؟ پیرنه که گرفته داور داره، اب نداره، خطا کرده اصلا، داور نگرفته. ما اینجای ما امتیاز بادیم، ادامه ندی با ادامه بده، بذار بقیه فکر نکنن تو داری علا اصول شکلک در میاری. این آب خوردن میتونی بازی کنی؟ الان قبل این بازی با این اونجا نشسته بودی، من بهت نگفتم همه اینا رو. فرزاد توپ بدیدی نمیخوای، توپ اینو بگیری نگیر، با اون کنارا بازی کن، با یه نوک پا بزن با اون کنارا، بیا این ورش بگیر دیگه، اونم دیری به حساب میشه دیگه.
خب صحبت کردم با ربیان دو بازیکن محمد آقای طاهری و آقا میثم حمزه، فعلا نتیجه 3-1 به نفع فرزاد تاجیک. علی خانجانی گل دوم رو به ثمر میرسونه، نتیجه رو 3-2 میکنه. اونجا توپگیری میکنه، داره تلاش میکنه تا نتیجه باخت رو تبدیل به برد بکنه. فعلا مساوی شد، 3-3 مساوی. به خوبی بدن رو ستون کرد در مقابل فرزاد تاجیک، از قدرت بدنی خوب خودش داره نهایت استفاده رو میبره. دریبلش با دیواره کناری فرزاد تاجیک میره به سمت دروازه مخالف، گل چهارم برای فرزاد تاجیک. باز هم گل پنجم رو هم با یه نوک پا به ثمر میرسونه. 5-3 باز هم پیش افتاد فرزاد تاجیک. خانجانی باید با دقت و تمرکز بیشتری به کار ادامه بده. یه سر توپ موقعیت داره برای زدن گل چهارم، نتیجه رو 5-4 میکنه. فرزاد تاجیک یه گل بالا و داره حرکت میکنه، تو به پای علی خانجانی هم برخورد داشت. نتیجه 5-4 به نفع فرزاد تاجیک، بازی که به اتمام رسید. اینجا همون برنامه که اون خواستیم کامل انجام شده. تو میتونی راحت بری، اون الان خسته، دو تا بازی پشت سرم بازی کنی سخته، راحت تر میتونی ببر. ولی تو فوتبال یاد بگیر همیشه خودتو نشون بده که من بازنده نیستم، من همیشه باید یاد بگیرم بردن رو، باید یاد بگیرم. چون من همش با صحبت میکنم فکر جای دیگه است، میگه بازی چی میشه، امتیاز چی میشه. نه این کار رو نکن، تا آخر بازی داور نزده بازی تو بکن. دوم من به داور اصلا اعتراض نکن، شما داوری مگه اعتراض میکنی؟ پنجمین بازی گروه دوم، علی عزیزی در مقابل علی خانجانی قرار گرفته. با سوت آقای ملکوتی باید کار رو آغاز بکنن. دو بازیکنی که کیفیت فنی خوبی رو از خودشون در مسابقه بزرگ ستاره ساز تا به اینجای کار نشون دادن. علی عزیزی شروع کننده بازی خواهد بود. با سوت آقای ملکوتی کار آغاز میکنه، حرکت میکنه به سمت دروازه، توپ رو توی دروازه قرار میده، نتیجه رو 1-0 میکنه. خانجانی میره برای زدن گل، توپ گیری علی عزیزی، سر توپش در مقابل دروازه و میاد در کار بازپسگیری توپ موفق علی خانجانی، میره و توپ رو درون دروازه قرار میده، نتیجه رو 1-1 مساوی کرد خانجانی. گرفت علی عزیزی از فاصله دوز، دروازه رو مورد هدف قرار میده، نتیجه رو 2-1 کرد. داره آرام به کار ادامه میده. وحید شمسایی با فریادهاش داره صحبت میکنه با خانجانی، نتیجه 2-2 مساوی شد. یه خانجانی در مقابل دروازه خالی با نوک پا توپ رو درون دروازه قرار داد. 3-2 به نفع علی خانجانی. سود پایان نیمه اول به صدا در اومد. بهت میگم به بازی بود الان تو دست حرف منو گوش میکنی، غیر از این بخوای انجام بدی اصلا دیگه سمتت نمیام. الان تو مال توه، بیا رقمه ای ببرش این بر اومد وقتو ببر، اومد پا بندازه برو بزن تو بود، بیارش اینجا ببر اون بر و هی بازی کن. صحبت کردم مربیان با شاگردانشون، کار در نیمه دوم آغاز میشه توسط علی خانجانی. فعلا 3-2 از علی عزیزی پیش خانجانی. علی عزیزی باید تلاشش رو بیشتر بکنه تا بتونه نتیجه رو جبران بکنه. حفظ توپ میکنه و زمان و بازی رو داره مدیریت میکنه خانجانی. تغییر مسیر در مقابل دروازه، کار خطرناک، یه لحظه رد شد، باز هم مالکیت در اختیار خانجانی. اونجا تلاش میکنه عزیزی برای باز پسگیری توپ، این کار انجام میده و نتیجه رو 3-3 مساوی میکنه. تلاشش باعث شد که یک گل رو به ثمر برسونه. اینجا به راحتی توپ رو لو داد، گل چهارم برای خانجانی ثبت میشه. مالکیت در اختیار علی عزیزیه در میانه زمین، یه سر توپ دروازه رو میخواد مورد هدف قرار بده، ضربش به سمت دروازه، توپی که به کنار دروازه برخورد داشت و خانجانی مالکیت رو در اختیار داره. توپ گیری علی عزیزی باعث میشه گل چهارم به نام علی عزیزی ثبت بشه. نتیجه 4-4 مساوی شد.
سر توپی که میزنه اونجا توپ گیری میکنه خانجانی و نتیجه رو 5-4 میکنه. سوت پایان بازی هم به صدا در میاد و خانجانی موفق میشه عزیزی رو 5-4 شکست بده. دقیقه آخر همه بازی رو گل خوردم. فوتبال شرط نداره خدا بچه، دمت گرم. حال میکنی مسعود، هم غیرت داری هم تعصب داری، هم تکنیکی بازی میکنی با تعصب بازی میکنی، یا همش ارزش داری. فقط ایراد کارت اینجا اول خودتو بازنده نشون میدی که من باختم. اونا هیچ وقت یاد نگیر، همیشه بگو من میرم بردن. بردن رو یاد بگیر نه باختن. آدم باختن رو یاد بگیره همیشه میباز، همیشه برد رو یاد بگیر برای بردن. بردم هم که 2 ثانیه آخر بود ولی عزیز زدم 5-4 شد. دو 3-2 بود جلو افتادم، بعد 3-3 شد، بعد یکی دیگه زدم 4-3 شد، بعد دوباره علی زد. این اتفاقات تو فکر کنم 15-20 ثانیه آخر افتاد، علی زد 4-4 شدیم، منم گل رو زدم دیگه. آقا جواد بازی رو تمام. ششمین و آخرین بازی گروه دوم، فرزاد تاجیک در مقابل محمد حسام اسکندری. کار آغاز میشه و محمد حسام توپ رو به جریان بازی میاره، در مقابل شوتر ایستادگی میکنه فرزاد تاجیک به دنبال رد شدن محمد حسام و ضربش از فاصله دور و توپی که درون دروازه قرار میگیره نتیجه رو 1-0 میکنه. یه لحظه روی توپ فرزاد خط اثر گذاشت، تک بلند فرزاد تاجیک، توپ در اختیار محمد حسام قرار میگیره، از راه دور دروازه رو مورد هدف قرار داد که این با توپش وارد دروازه نشده. فرزاد تاجیک رد میشه از سمت محمد حسام و گل تساوی رو به ثمر میرسونه، نتیجه 1-1 مساوی میشه. محمد حسام اسکندری صاحب توپه، یه لحظه توپ گم کرد، میره و توپ در اختیار داره در گوشه زمین، در مقابلش قرار داره فرزاد تاجیک به دنبال رد شدن، هشت اجازه رد شدن رو بهش نمیده. فرزاد تاجیک فعلا به بازی وقفه داده. محمد حسام توپ رو زیر پای خودش نگه داشته و سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد و فعلا هم نتیجه 1-1 مساویه. بازی رو نگه دار، همین الانش هم اومدی بالا، بازی رو نگه دار، کنترل نهی که بیای پشت بکنی، نگه دار، نگه دار، نگه دار، یه دفعه جدا کن، الان مساوی، نگه دار بازی. رسا یه دونه رفتی زدی بعد دیگه بیا حفظش کن، نه نگه دار بازی. صحبت کردم مربیان با دو بازیکن، کار در نیمه دوم آغاز میشه و فرزاد تاجیک شروع کننده بازی در نیمه دوم. توپش گرفت محمد حسام، بازیکنی که در دو بازی قبلش یه برد داره و یک تساوی، و فرزاد تاجیک از دو بازی قبلش دو تا برد رو کسب کرده. اینجا محمد حسام 2-1 پیش میفته از فرزاد تاجیک، در مقابل دروازه میجنگه برای بازپسگیری توپ، یه برخورد در میانه زمین، داور در سوتش دمید، پنالتی رو اعلام کرده به نفع فرزاد تاجیک و از وسط زمین باید ضربش رو به سمت دروازه بزنه. بازیکنی که اصالتی افغانستانی داره در این مسابقه و در برنامه بزرگ ستاره ساز تونسته کیفیت خوبی رو از خودش نشون بده. اون سمت محمد حسام از شهر خمینی در مسابقه بزرگ ستاره ساز شرکت کرده. ضربه پنالتیش رو تبدیل به گل میکنه فرزاد تاجیک و کار 2-2 مساوی میشه. یه لحظه رد شد از سمت فرزاد، نتیجه رو 3-2 میکنه محمد حسام. بعدن رو نیمتیر کرده، اونجا خطای فرزاد تاجیک اعلام میشه. پنالتی رو باید از وسط زمین بزنه محمد حسام، به سمت دروازه توپ رو توی دروازه قرار میده. 4-2 به نفع محمد حسام اسکندری میشه نتیجه. باید فرزاد تاجیک پا به توپ بشه، حرکت سر توپ، حرکت به سمت دروازه مخالف، گل سوم برای فرزاد تاجیک، نتیجه 4-3 میشه، اختلافشون 1 گله. دو بازیکن که محمد حسام اسکندری دست بالاتر رو داره اونجا درگیر هستن در گوشه زمین و سوت پایان بازی هم به صدا در میامد و محمد حسام اسکندری موفق میشه 4-3 فرزاد تاجیک رو شکست بده. به
بازی آخر خود حسام بود. واقعیت یا دل نبا سخ بریم افتان نزه ببازم نه شوخی میکنم حریف قویه حسام واقعا هم نفس کم آورده بودم جلو خانجنی نفس کم آمد و بازی آخر اختلاف یک که بباختم. امروز من دوتا برد داشتم یه مساوی دوتا برد یک باخت. امروز بازی رو نزدیک باختم. ما از بازی ها یه برد یه باخت یه مساوی بعد نبودم. امروز امتیاز هر روز پایین شده و امروز هم بد نبودم. هرچی خدا بود انشالله هر که حقی اونه تلاش بیشتر کرده بتونه بره داخل چهارتا. تبریک هم میگم به فرزاد حقش بود، حسام، معراج هم خیلی حقش بود. ستا واقعا عالی بودن، حقشون رو بره فینال. ستاشون که انشالله میرن فینال. 90% هستم میگه میرم بالا، ولی بازم چون امتیازها رو نگفتم استرس رو همه دارم. حتی اونی که ناامیده امکان داره بیاد بالا. همونطور که پیش‌بینی می‌کردیم رقابت‌های نفسگیر پایاپای به جذاب ستاره‌هامون رو امروز شاهد بودیم. همه تلاششون رو کردن و حالا ببینیم که نظرات کارشناسانمون به چه شکلی. آقای عزیزی، عملکرد محمد حسام اسکندری. فکر می‌کنم این گروهمون برعکس اون گروه روز قبل خیلی گروه جذابی بود. هم بازی‌هاشون بازی‌های جذابی از آب در اومد. همه تلاششون کردن. محمد حسام من همیشه راجبش گفتم خیلی فوتبالیسته. خیلی فوتبالیسته، ولی طبیعتاً محمد حسام یه سری ایرادات داره که اگه بتونه برطرف کنه فکر میکنم که میتونه تو آینده فوتبالیست خوبی باشه. باهوش، ضربه به توپ داره، تکنیک داره، کار دفاعی رو انجام میده، ولی مثل بقیه گاهن محو بازی میشه. یه دفعه یه گل که میخوره عقب میفته به هم میریزه و اینم طبیعیه، چون هم خانوادهش پدر مادرش اینجان، هم این که سن و سالش خیلی برای هضم یک سری چیزا، مثلا اینی که از یار مقابلش عقب میفته، این تجربه میخواد به نظر من که تو بتونی خودتو بازسازی کنی، برگردی به بازی در همون زمان. حد اکثر تلاشمون رو میکنیم که حق کسی ضایع نشه و اشتباه نکنی. زنده و سلامت باشید. آقا رضا شارودی، فرزاد تاجیک چطور بود؟ فرزادم مثل ستای دیگه به نظر من خوب بوده، به این مرحله رسیده. فقط میگم یکی دو تا نکته رو من بهش گفتم، از این باکس ها باید استفاده میکرد، حالا بقیه هم این کار رو باید میکردن که میزدن به باکس، اون وره بازیکن میگرفتن، این هم دیری به بالاخره دیگه. و یکی اینکه فوق‌العاده از یار مقابلش رد میشه، اما هرچی توپ رو نزدیکتر بازیکن میآورد با یه نوک پا توپش رو میزدن. من میگفتم از دور دیریب بزن. یکی دوتا نکته بود که به ذهنم رسید، به خوشم گفتم اما گوش نکردم. اما خدا رو شکر خیلی امتیازهای خوبی گرفته و اومد مرحله بعد. بسیار خوب، خیلی ممنون آقای شاهرودی، آقای سهراب بختیاری زاده و عملکرد علی عزیزی حیدری. خواهش میکنم بچه ها هر چهار تا خسته نباشن. علی به نسبت نتیجه رو متاسفانه باخت، ولی شکل بازیش خیلی فاصله کم بود، بعضی از بازی‌ها رو حتی میتونست ببره، ولی متاسفانه باخت. ولی فوتبالی، تلاشش، نظمش، فنی، دریبایی که میزد و یه شگرد خیلی خوب داره که میبره یه سمت دوباره سر توپ میزنه، این کارو خیلی خوب انجام داد. از تلاشش راضیم، از نظمش تو زمین، اینکه با تمام وجود تا لحظه آخر، با اینکه باخته بود مثلا دو بازی قبل رو، ولی بازی آخر باز پر تلاش بود، این خیلی با ارزش برای من. ولی خب نتیجه رو متاسفانه نبرد اون چیزی که خودش می‌خواست. متشکرم. علی خان جانی، چرا سرت پایینه تو الان؟ من هی دارم نگاه می‌کنم اتفاقی نیفتاده که. امروزم تمام تلاشت رو داشتی، بارک‌الله به تو. و ببینیم نظر آقای وحید شمسایی در مورد علی آقای خان جانی چطوره. خدمتتون عرض کنم که من چون دیگه الان داورا امتیازها رو دادن و بعد مشخصه که این چهار نفری که حالا قراره به مرحله بعد صعود کنن، من میخوام بگم که اگه از اولین روز چیزی که واسه من خیلی اینجا از اهمیت بود، وجود خانواده ها بود که در کنار فرزندانشون بودن و این قابل تقدیره. حرص میخوردن باشون، خوشحالی میکردن باشون. به قول خداداد حرفی درباره امتیازها و نحوه امتیازها گفت. من خودم به شخص سعی کردم که تا جایی که حق و ناس نباشه اون رعایت کنم اون مسیر رو. بزرگترام هم مشورت ازشون میکردیم، امتیازم میدادیم. حالا اگه کم و زیاد دادیم، بالاخره این اندازه توان و ذهن و عقلمون بوده. حتی من خودم به شخص خودم میگم، چون بزرگایی که اینجا نشستن هم ماشاءالله
از هرومن شمس هست. در باره علی خان جانی میخوام بگم که فوتبالیست توامندیه، یه سری آپشنایی داره که کمتر کسی داره با این سن و سال، شوک زدناش، تغییر مسیراش، ضربش به توپ، و از روز اول بخش سوم پرتلاش بود و فوق‌العاده بود. امیدوارم که امتیازات جمع، اگر جمع شد، به مرحله بعد صعود کرد. دیدیمش، انشالله که روزای خوبی داشته باشه. و اگه از بابت این که از روزی که من تو اون قرعه به نام من افتاد، علی فوق‌العاده بود و من بهش خسته نباشید. زنده باشید، ممنون از شما. من یه چیزی رو حسین، یه نکته رو بگم با اجازه دوستان، چون بحث امتیازدهی بود خانواده ها، این یه خورده دور از انصافه، چون این بچه ها یعنی کلن این هشتای آخر دو تا مرحله رو گذروندن اومدن. بله، یعنی ما اون چیزی رو که دیدیم واقعیت امتیاز دادیم، از دلیلی نداره که بخوایم خدایی نکرده امتیازها رو بخوایم جابجا کنیم. این کمی آره یه خورده با انصاف اگر ببینیم، اون وقت خود خودمون راحت تر به قضیه نگاه میکنیم. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون مسابقه بزرگ ستاره ساز بودید. تشکر می‌کنم از کارشناسان عزیزمون، مربیان دوست داشتنی، ستاره‌های خوبمون که دلیلی نداره الان بخوام ناراحت باشم و نگران، فعلا چیزی معلوم نیستش، و تماشاگران خوبمون که در بینشون کلی از نوجوان‌های خوب از استان قم اومده بودن، پر انرژی و دوست داشتن اینجا ظاهر شده. و من خواهش می‌کنم از همه که این نوجوان‌های خوب رو یه جانانه تشویق کنید ابتدا. و در انتها قرار همیشگیمون با شما نوجوان‌های خوبی که دارید تلاش می‌کنید برای آینده درخشان، به امید خدا در کنار همه برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌هایی که انجام میدید، این روزگار بالا و پایین زیاد داره، خیلی اتفاقات ممکنه بیفته که با تمام تلاش‌هاتون و برنامه‌ریزی‌هاتون جور در نیاد. برای اینکه بهترین خیر زندگیتون رقم بخوره، خاک پای پدر و مادرتون باشید. شب و روزگار خوش. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.